خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به تغییرات در کابینه حسن روحانی خواهیم گفت و بالا رفتن تب فوتبال. و در ادامه برنامه امیر تتلو در بی بی سی بالاخره آقا اینو هم مواظب باشین. اینم بپا. از قول بینندگان میپرسیم چرا بی بی سی با امیر تتلو مصاحبه کرد؟ سلام آقای بهنود، هفته گذشته یه مقداری بحث دوباره کابینه آقای روحانی و واکنش هایی که اطرافیان ایشون از جمله آقای جهانگیری که میگفت من حتی منشی خودم رو هم نمیتونم انتخاب کنم و اون یادش که آقای آخوندی در دنیا اقتصاد نوشت از رکن قدرتمندی در حکومت گفت که به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. خلاصه یه مقداری بحث سر این بود که آیا فشار و اهرام فشار بر دولت زیاده یا خود دولت نمیتونه کاری بکنه؟ به هر حال قدر مسلم این هستش که فشار افکار عمومی که شفافیت میخواد و میخواد بفهمه که اصل قضیه چیه، که بعضی از چرخ‌ها راه نمیره یا بعضی از چرخ‌ها اونطوری که وعده داده بودن راه نمیره، اون زیاده و زیر این فشار بنابراین اتفاقاتی میفته. آقای آخوندی با اون استعفانامه از صحنه میره بیرون، بعد یه مرتبه مثلا فرض کنید که روزنامه های اصولگرا هم با آقای شریف نادری مخالف میشن که یه ذره عجیبه و اتفاقاتی شبیه این دیگه به هر حال اتفاقاتی است که داره میافته. خب میخوای شروع کنی با روزنامه کیهان که باز از FATF گفته که ضرب العجلش جشن نداره؟ بله دیگه، در حقیقت میشه گفتش که در یک ماه گذشته کیهان رها نکرده این سوژه رو. اما سرمقاله‌ای که آقای زرایی نوشته، سعدالله زارعی، در اونجا به مسئله عربستان و حتی مرگ آقای قاشقچی و ایشون مسئلهش مطرح شده در این اینجا در گرچه که در راجع به مسائل جهانی حرف میزنه، ولی آخرش آقای زرایی مینویسه که الان سعودی از داخل و خارج زیر فشاره و این ماجرای قاشقچی هم داره بهش فشار میاره و حوادث که داره اتفاق میفته، از جمله این که دارن اسم از جابجایی ولیعهد میبرند، نشون میده که شرایط بد است و کیهان پیش بینیش این هستش که حتی اگر بن سلمان در سمت خودش حفظ بشه، باز هم میشه گفت که دیگه حالا امریکایی ها پذیرفتن که اوضاع عربستان هر آن ممکنه طوفانی بشه. خب بریم سراغ روزنامه جوان که تیتری زده سکه اعدام مفسدان اقتصادی ضرب شد، اشاره کرده به حکم اعدام. بله، به نظر میرسه که اصولا دیگه این یه عادی شده است که یک نشریاتی مثل جوان وقتی که صحبت از این چیزا میشه، به هر حال جوان، کیهان و یک دو تا روزنامه دیگه به هر حال اعدام رو راه حل مناسبی میتونن برای حل. و خیلی هم تاکید کرده که 43 روز محاکمه این افراد طول کشیده، انگار که 43 روز خیلی زمان زیادیه برای اینکه حکم اعدام بدن. وصل پینه کابینه و وزیری که میخواهد نباشد هم برداشت نسبتاً جدیدی است از یک روزنامه جناح اصولگرا درباره کابینه. روزنامه بعدی ابتکار هست که پیروزی پرسپولیس رو دیده. این پیشبینی سه هفته پیش شما هم همینطور داره همینطوری این داره میره جلو جلو میره. من پیشبینیتون نگه دارین، به حال ما که بعدمون نمیادش که سرخ‌ها هم تو پیشبینی کنن تو فینالم که میرن برندشن از ژاپن ببرن. یادداشت روز ابتکار یادداشت بود به نام آب و آتش که اشاره میکنه، میگه که این جمله معروف من دیپلمات نیستم بلکه انقلابیم، تاکید مقاله در واقع بر اینه که اینکه در 40 سال ما انقلابیگری رو در واقع سران حکومت در ایران انقلابیگری رو مش خودشون دونستن به جای سیاست ورزی چرا غلط بوده. و بعد الان میگه که الان در کاخ سفید ساکنانی پیدا کرده است که سیاست را نمیفهمند یا نمیپذیرند. رسما میتوان ترامپیست را مقابل الگوی سیاست تعریف کرد. یعنی جای همون انقلاب زدگی. بله. و بعد میگه حوادث داره طوری رقم میخوره که دو راه پیش روی ما گذاشته شده، ترامپیسم یا سیاست.
و میگه که بدون تعارف ما 4 دهه ادعای بلند انقلابی گری را به ناف سیاست ستیزی گره زده بودیم و از این راه تغذیه می کردیم. اکنون ما مانده ایم و 40 سال ادعای بلند رقابت با سیاست. و در صورت نتیجه گیری میکنه که بهتره که بریم به دنبال سیاست ورزی. خب روزنامه بعدی شرق هست. شرق به عنوان نماینده از روزنامه به اصطلاح جناح اصلاح طلب، خب نماینده قدیمی این جناح، هم آقای ظریف رو داره که در جلسه غیرعلنی مجلس میگه که دور از FATF، یعنی همونطوری که در حقیقت کیهان اینو بل نمی کنه، در نتیجه جناح مقابل هم در حمایت ازش چه به صورت مقالات چه به صورت گزارش اصلی مثل این که میبینید اونم بل نمی کنه. برخورد شرق ملاحظه می کنید که درست نقطه مقابل برخورد کیهانه. هر دوتا تیتر، هم FATF هم ماجرای کابینه. روزنامه آخر روزنامه ایران هست. سرمقاله ایران هم به یه موضوع اختصاص داره، موضوع دقیقی است. تو این جنجال هایی که این روزا هست راجع به اینکه این برنامه هست شده، این برنامه رفته اومده، کی بره توی برنامه های تلویزیون شرکت بکنه نکنه، رئیس رادیو تلویزیون یک جمله‌ای به کار برد که اون جمله اعتماد عمیقه. یعنی ایشون در حقیقت یک سدی گذاشت که کسایی تو تلویزیون میتونن ظاهر بشن که اعتماد عمیق داشته باشن به انقلاب و اصول انقلاب. و روزنامه پرسیده که این اعتماد عمیق رو کی باید پیدا کنه؟ لابد خود اعضای رادیو تلویزیون. به این ترتیب سازمان صدا و سیما یک مسئولیت جادهی به خود تازهی به خودش داده که بره آدم ها رو سبک سنگین و بزرگ و درشت و ریز بکنه و این با مسئولیت اصلی این سازمان مغایره. بله. خب برمیگردیم، برگزیده ها و مجله ها رو با هم میبینیم. اما در روزهای گذشته مصاحبه از امیر تتلو پخش شد که این مصاحبه با واکنش های زیادی روبرو بود. تا لحظات دیگر بهزاد بلور مجری این مصاحبه اینجا خواهد بود تا به سوالات و انتقادات شما پاسخ بده. بهزاد سلام، خوش آمدید به دیدبان. واکنش ها نسبت به این مصاحبه زیاد بود. خیلی ها تعریف کردن، گفتن که یکی از بهترین مصاحبه هایی بوده که تو انجام دادی. خیلی هم گفتن اصلا نظرشون نسبت به امیر تتلو عوض شده. ولی حالا بریم سراغ سوال ها و انتقادات. بله، منفیات. یه چیزی که خیلی تکرار شده بود واقعا تو هر پلتفرمی که میرفتی، از تلگرام، اینستاگرام، توییتر، همه جا این سوال مطرح بود که چرا واقعا رفتی سراغ کسی که مردم معتقدن که حرفای سکسیستی میزنه، حرفای نژاد پرستانه میزنه، اهانت میکنه به باورهای مذهبی یا باورهایی که مخالف نظر خودشه. چرا این رو انتخاب کردی برای مصاحبه؟ والا علتش اینه که امیر تتلو به نظر من اگه نگاه کنیم به اصلا تمام این حرکت جوانها از زمان آقای خاتمی اومدن و این بروز کرد لایه‌های مختلف جامعه ما اونجوری که هست، می‌بینی که امیر تتلو در اصل نماینده نسل‌ها، آدم‌های مختلف در این 40 سال گذشته ایرانه، همش به طور خیلی افراطی و تمام این دنیای خودش که اینستای خودش هست، به خودش اینستای خودش، امیر تتلو تو اون همش این دنیا رو داره باش کار می‌کنه، هی خودش رو بروز میده برمیگرده. و غیر از اون هنرمند بسیار قابلیه، هر هفته یکی دو تا آهنگ میده بیرون، تمام زندگیش فقط آهنگه و بسیاری باهاش خاطره دارم. مثلا همین این دو تا قطب مختلف این آدم و تغییرات این آدم داره میکنه، یا امیر تتلو در این ماه‌ها و هفته‌ها خیلی گویا جامعه ماست و جالبه که ما اینو ببینیم، باهاش صحبت کنیم و خود جامعه بفهمیم که چه تناقضی میتونه با هم داشته باشه. سوال دیگه این بود که میگن که کسی رو آوردین توی برنامه که کل صفحه اینستاگرامش پر از عکس دخترای بی‌حجابه و بعد اجازه دادین که درباره حجاب اون حرفها رو بزنه و هیچی هم نگفتین، به قول معروف وسط حرفش نپریدین یا اعتراض نکردین یا به چالش نکشیدینش. در مورد مادرش، در مورد حجاب مادرش اظهار نظرهایی کرد، یا در مورد قتل و تجاوز اون دختر بچه آتنا. ولی چرا وقتی که در مورد حجاب اون حرف رو زد به چالش نکشیدینش؟ چرا ما این مسابقه 2.5 ساعت بوده، حتی وسطش بلند شدیم رفتیم غر کردیم آشنی کردیم، ولی خب مردم اون ندیدن. هنر در این هستش که شما ببینید طرف چی میگه. و درسته به نظر میاد من فقط سوالا کردم، کلی سوالات دیگه بوده که حذف شده، و هنر خبرنگار در اینه که
حرف طرف رو بتونیم بشنویم و شما نگاه اون آدمو ببینید. کار من نیست که اینو بازجویی کنم، محاکمش کنم، زیر سوال میبرم با گذاشتن نمونه های معادلش. و توی مصاحبه ما هم به وضوح این گفته شده که من معادل میذارم که تو نظرت اگه اینو میگی پس چرا اینجوری شده، و این تناقضای فکری خودش رو ببینیم. در ضمن در مورد حجاب بارها خودش گفت کلمه حجاب رو به عنوان پوشش استفاده کرد، چون خودش هم ذهن مذهبی اصلا نداره و میگه در جامعه ایران در اون کوچه ها برای جمعی از مردان بهتره که فعلا این راهو داشته باشیم تا جامعه به تدریج عوض بشه. حرفای بسیاری در این زمین زدی و میگه که در جامعه دیگه من خودم هستم، همه چی آزاده. و توی اینستای خودش هم میبینیم، مخصوصا اتفاقا در این روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی دختر بدون حجاب آهنگاشو میخونن. واسه این نگاه خودش نگاه زبد و نقیض نیست، نگاه میشه انعطاف پذیری که همه باید داشته باشیم، توی یه جای یک شکل یه جای یک شکل دیگه. خب همین دیگه، انتقادا به این بود که این نظرشو در مورد ایران که زنها باید محجبه باشن یا پوشش داشته باشن میگه و مثلا به چالش کشیده نمیشه. نه به چالش کشیده شده، میگم روشی شاید من انتخاب میکنم اصلا روشی نیست که تماشاچی ایرانی بهش عادت داره. من مصاحبه بسیاری دیدم، عصبانی بودن، پرخاشگر بودن، حق به جانب بودن، طرفو محکوم کردن، آبروشو بردن، اقرار ازش گرفتن، به عنوان یک نوع بازجویی محکوم رو مثلا چالشی میدن. در اینکه شما مصاحبه هایی ببینید، سردبیران ما با قذافی، با بشار اسد مصاحبه کردن، کریستیان امانپور، جان سیمسون، اینا وقتی میبینید مصاحبه هایی کلمه ها خیلی واضح، سوال واضحه، جواب ها خیلی فرق میکنه. این چیزی که مردم باید بیشتر دقت کنن تو مصاحبه ها، شاید سوال های من به نظرشون چالش نیست و جواب اون کاملا گویای افکار این آدمه و کار من باز کردن افکارش بود. یه سوال دیگه هم این بود که وقتی حرفاش تناقض داشت چرا این تناقض ها رو جلوش نمیگرفتی و علت این تناقض ها رو ازش نمیپرسیدی؟ بالا علت تناقضش واضحه، چون دائما در حال تغییره. من دو تا مصاحبه دیگه هم ازش هست و شاید تو اونا بیشتر مشخص میشه. خودش هم میگه من دائما در حال تغییرم، یه زمان اون فکر رو کردم اونجوری بود، الان یه جور دیگه فکر میکنم چون تو یه جای دیگه زندگی میکنم. فکر کنم امیر تتلو نماینده این هست و آخر صحبتمون هم گفتیم که مردم باید بدونن چیزا میتونه تغییر کنه، چیزا ابدی نیست. اون چیزی ما به عنوان غیرت و غرور میذاشیم و بذاریم کنار، چیزا قابل تغییر. دنیای ما یک زمانی یک سو بود، الان 8 ضلعیه، هر ضلعش باید یه جوری رفتار داشته باشی، فردا یه جور دیگه فکر میکنی. و مصاحبه من کاملا گویای این تغییر شکل حتی ساعتی تتلو در گفته هاش بود تا تناقضش. سوالی من خودم دارم، یه جایی توی مصاحبه ازش گفته که تو چطور خواننده هستی، گفت من سازندم. تو ازش پرسیدی که سازنده جنجال. آره، میخوام بدونم که چقدر برای تو این مصاحبه با سازنده جنجال چه چالش هایی برای تو داشت؟ برای من چالش های بسیار جالب داشت. من خیلی بیشتر ایرانی ها رو فهمیدم، فهمیدم که چقدر ما عصبانی تر شدیم از گذشته و چقدر چیزها رو خیلی سیاه و سفید میخوایم، و در حالی که دنیای ما خیلی خاکستری ها داره و قضاوت های ما بر اساس دانشمون خاکستری ها رو میتونه سیاه سفید شخصی ببینه. من فهمیدم که ایرانی ها خیلی اکثرشون اصلا اینو نمیبینن و طریق امیر من اینو فهمیدم، امیر تتلو، فهمیدم چقدر پرخاش گفتن حتی چقدر میتونه جنبه‌های مختلف داشته باشه. خودش هم میبینی یه جا همین هفته پیش کلی من پیغام میگیرم، میگم من مدیر امیر هستم، به این شکل که ببین چه فوش داده، چرا ازش دفاع کردی. فهمیدم که همزمانی که یه سری ناسزا توی اینستاش بود، آهنگ کودکان کار رو داد بیرون، یعنی همزمان کلی ویدیو برای آگاهی مردم از وضعیت بچه‌ها تو خیابونا بود. مردم اونو نمی‌بینن، به قول خودش تا من یه فوش میدم همه میگن آها نیا کن چی گفته، ولی هیچ وقت کارای سازنده دیگه‌اش رو در نظر نمی‌گیرن. اینا من یاد گرفتم که آدم‌ها در حال تغییرن و جنبه‌های مثبت و منفیشون رو هر دو رو باید دید. ممنونم بهزاد بلور، تهیه کننده و مجری مصاحبه با امیر تتلو و کنسرت‌هاش، کنسرت با آهنگش که می‌بینید در بی‌بی‌سی. بله. سپاس از شما. خب برگزیده‌ها اولی رو شروع کنیم با همشهری جوان. بله، همشهری جوان که وعده داده بودیم اومده، حالا دیگه ببینیم این چهره جدید رو چقدر میتونه جا بندازه. این شاهین ایزدیار هستش که واقعا شیرین کاشت در مسابقات پارالمپیک و حقشه که سلطان طلا رو به او بدن، به خصوص که تو مصاحبه‌ای که باش میکنه که مصاحبه خوبی هم هست، اونجا فاش میکنه که خیال این رو داره که بره در مسابقه عادی. یعنی با آدم هایی که هیچ نوع معلولیتی ندارن با اونها مسابقه ده، میگه رکوردم به نفر سوم نزدیکه. خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است، واقعا باید آفرین گفت به روحیه‌اش و هر چی بگیم کمه واقعا.
خیلی واقعا فوق‌العاده است. حالا هر چقدر که شما دیدید دقیقاً هر چقدر که این صفحه روی جلد خوشحال و شاده، گزارش اصلی در رفته به بلوچستان در یک روستایی به نام جر، اگر درست تلفظ کنم، آثار کیانی، بله، و یه ذره فوکوس نداره گزارش، یعنی به هر جایی سر زده، از اینکه آب نیست و خب همین بی‌آبی و کم آبی معضل بزرگیه، بعد مردا بیکارن، ازدواج ها زود هنگامه، مرد ها ازدواج های مثلا تعداد زوجات زیاده، کسایی که مثلا 4 زن بگیرن خیلی چیز یعنی عادی، خیلی چیز عجیبی نیست. بعد در مورد مدرسه روستا صحبت کرده، در اینکه بچه ها خیلی مؤدبن، اصلا فحش بلد نیستن. در اینکه اون مسائلی که شما میگید رو میگه، مسائل مشکلات که در بلوچستان است و کم هم نیست از فضا و بیابی و بیکاری و همه اینها، در این حال این تصویر زیبایی که از آینه هایی که دوخته میشه و مردمی که این همه پذیرا هستن، و آخرش میگه که اینجا اون جایی نیست که باید ازش بترسی، شاید تنها جایی باشه که وقتی میای حتی مامورین دولتی، مدیرای دولتی و مردم ازت پذیرا هستن تا هر موقع هستی با این آسمان و این دشت گسترده. بله، نکات جالبی رو اشاره میکنه، میگه که خیلی ممکنه که اول اونا نباشن که بیان و با شما صحبت کنن و اصلا خیلی مردم ساکتی به نظر بیان، ولی به محض اینکه شروع کنید باشون حرف زدن بسیار مهربان هستن، در خونه باز هستن. خانمایی که به خصوص پشت پرده هستن و خیلی تصویر اونا خیلی مهربان و معمولا در وهله اول دیده نمیشن. بله، خب بریم برگزیده بعدی، ایران ورزشی رو ببینیم. خب این که معلومه برای چیه. بله. فتح الفتوح با دست‌های خالی. و بله. عمدن پیروزی رو انتخاب نکردم، خود روزنامه پیروزی رو، به خاطر اینکه اون میگفتید شما حالا دیگه خیلی غلوف کرده و فلانی حرفا، ولی روزنامه ایران هم که بی‌طرف است بین دو تا تیم، فتح الفتوح نوشته است. بریم ابتکار رو هم ببینیم. ببینید، هفته گذشته یک سر و صدایی برپا شد بر سر این گزارش که دارید میبینید. این گزارش است که ابتکار درست کرده، بیماری در کمین زائران بی‌ملاحظه. بعد یک گزارش داده توش پویان خوشحال. اینجا داره در حقیقت یه راهنمایی میکنه به اینکه خلاصه چه زمینه‌هایی برای بیماری وجود داره، یه جایی باید بهداشت رعایت کرد و چه کار کرده. به زائرانی داره میگه که دارن برای اربعین میرن اونجا. خب حالا این جنجال، شما میپرسید که این جنجال بر سر چیه؟ به خاطر اینکه در سطر چهارم این گزارش در اونجا اشاره میکنه به اینکه اشاره میکنه به اربعین. بله. و همونجاست که میگوید که اینها دارن سالگرد 40مین روز، در ورسیون ارسی نوشته شده بود در گذشت امام حسین علیه السلام. این در گذشت به جای شهادت رو دوستان گرفتن و رفتن تا اونجایی که وزیر سابق ارشاد، یعنی دیگه فقط گفتگوی حزب اللهیان نیستش، وزیر دوره آقای احمدی‌نژاد آقای حسینی هم وارد صحنه شده و معتقد است چه و چه و شدیداً حمله به اونجا، در حالی که روزنامه همین صفحه که دارید میبینید نشون میده که در هر دو تا نگاهش، هم در پی دی افش هم در حروفش، هر دو تا عوض کرده و شهادت نوشته. ولی به نظر من فشار عمده‌ای که در دوستان بالا رفته از لای کلمات چون پیداست به این موضوع نیست، به این کلمه نیست، بلکه اساسش این است که در حالی که این همه داریم تبلیغ میکنیم برای رفتن و این همه صحبت از امکاناتی است که تو راه هست و اینا، شما چرا یه گزارش نوشتین درباره بیماری‌های در کمین زائران بی‌ملاحظه میگی؟ بله، بریم مجله ها رو ببینیم. مجله صدا رو، بله، مجله صدا رو با عکس آقای روحانی ندیده بودیم به خاطر اینکه مدت ها بود خب منتشر هم نمی شد. این دوره جدید شماره 4مشه. این بخشی به اسم رصد صداها داره که در اینجا مطالبی که مطرح میکنه پایینش از 3 جهت میبینه، یعنی میگه خط 1 یعنی نگاه اصلاح طلبا چی هست، آقای عبدی چی گفته، مثلا فرض کنید مسعود کاظمی چی گفته، بعد نگاه اصولگراها چی هست، کانال نزدیک به احمدی نژاد چی گفته، نزدیکان آقای جلیلی چی گفتن، روزنامه جوان چی نوشته، مجری فلان برنامه تلویزیون چی گفته. یه ستون سوم هم داره، نگاه اپوزیسیون. چه جالب.
بله، نگاه اپوزیسیون رو حالا داره نقل میکنه. الان اینکه جلوی من هست علیرضا نامور حقیقی، مرتضی کاظمیان، مهدوی آزاد از بی بی سی، هم منابعشون رو هم شخص رو میگه، همین که کجا بیشتر انتخابشون. بی بی سی که قاعدتا جزء اپوزیسیون نیست، منظورشون اصلا کارشناسانیه که اومدن. بله، میگه منبع خبر کجاست، اسم ولی گوینده ها هم آورده، یعنی کاملا وفاداره. میگه رادیو فردا، بعد میگه چی، من و تو، داریوش اسدی. و این ستون البته صدای روزنامه های مثل کیهان رو در آورد و ایراد گرفتن که به این ترتیب داره اهمیت و رسمیتی میده به صدای اپوزیسیون. صدای اپوزیسیون و این غلط است و چه هست. حالا بریم آنگاه رو ببینیم که این دفتر رو داده به خیام، شاعر اکنون. بله، چیزی نیست درباره خیام. سوژه خوبی هم هست تا حالا، یادتون باشه سوژه هاش خیلی سوژه های یه مصاحبه دیدم کرده با آقای موحد. بله، که مصاحبه خیلی مصاحبه خوبی بود و درست انتخاب کرده بود محمد طلویی که با آقای موحد باید درباره این قضیه صحبت میکرد. اما اول که آقای موحد یه حرفی میزنه که خیلی حرف شنیدنیه در پاسخ این که این شاعر فیلسوف یا شاعره، بعد میگه که مسئله رباعیات خیام هرگز حل نخواهد شد، زیرا مسئله در کار نیست. رباعیات نماینده اندیشه ای از نویسندگان ایرانی است. خیام یه نفر نیست، هزاران هزار نفره. چه بسیار نویسندگانی که در لحظه های حیرت یا رندی یا شیطنت شطحی در قالب رباعی ساختند و به انبوه رباعیات خیام اضافه کردند. اشاره میکنه به اینکه بسیاری رباعیات هست که مال خیام نیست، ولی بازخورد چیزی است که در ذهن این نویسندگان یا سازندگان میگذشته. بریم مجله سنوبر رو هم یک نگاهی بهش بکنیم که در مورد فصلنامه است از طبیعت و محیط زیست، مسئله زباله رو میبینه و بعد این پلاستیک آلودگی ماندگار در محیط‌های آبی و اینها همه با توسط متخصصین نوشته شده، با آمار و ارقام همراه هستش. این مسئله آراد کوه رو که مطرح میکنه و این گزارش شوره صدری و مانیا شفایی رو میخوندم که البته آیدین پورخامنی هم باشون بود از بچه های مجله، درباره این که این جمعیت افسون شده و این زباله هم افسون شده. بیشتر زبالهای تهران میره اینجا، یعنی زبالهای 10 میلیون جمعیت بخش عمده ایش میره در اینجا و اینجا این پسمانده ها به چه سرنوشتی دچار میشه و قرار است چه بکنه با جامعه. و بعد عکسای اونجا گرفته رفته، حتی گزارش میدانی از داخل این زباله ها درست کرده. در مجموع شما شماره 5 صنوبر رو همچنان یک نشریه وفادار مسئله محیط زیست میبینید که بحران های ایرانی و تجربه جهانی را میبینه. عالی. خب بریم کارتون آخر و نکته آخر رو. کارتون آخر از نکته آخر ببینیم، ولی نکته آخر رو وقت داریم؟ آره بگیم. کارتون آخر هست از سمانه روح اللهی در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان که همچنان در انتظار و در مجلس و مدت هاست که نمایندگان مجلس به خصوص خانم ها مال فراکسیون زنان گفتن که این لایحه رو بردن برای اینکه تصویب بشه. هم قاضی ها منتظرشن، هم خود این آقا هم میخواد بزنه الان. اون بالا آقایون دارن میگن بزنه نزنه، بزنه نزنه. معنی خشونت پایان... چی میشه تکلیف؟ بله. الان معنی خشونت این وسط آقا اونا همین پایین داره میپرسه بالاخره بزنم یا نزنم. دستش بالا مونده. بله. خیلی نگرانشیم. پوریا هاشمی نوشت. پوریا عالمی. پوریا نوشته که عنوانش از تو شرق نوشته بود، واسه خودت خوبه. میگه به مناسبت هفته کتاب رفتم به زرتشت ببینم مجوز این کتاب چی شد. آقای مجوز چی گفت؟ از صفحه 7 تا 94 باید حذف شه. گفتم ببخشید این کتاب کلا 96 صفحه هست. آقای گفت تعاملت کو، سر و ته کتاب رو میتونی نگه داری، ولی برو توش یه چیز دیگه بریز بیار، برای خودت خوبه. گفتم چی بریزم؟ گفت داستانی آقایی است که میخواد بره شغل پیدا کنه، این وسط با خانومی که در پارک داره مواد تزریق میکنه آشنا میشه. همین دیگه. اولا که داری میگی معضل بیکاری در کشور وجود داره، بعد هم داری میگی خانوما تزریق میکنن. ما اصلا معتاد داریم؟ تا حالا پارکای ما رو که صبح برنامه خانواده نشون میدن ندیدی؟ برو یه چیزی دیگه ای بنویس بیار، واسه خودت خوبه. میگفتم باشه. رفتم
داستان مردی نوشتم که تنهایی تو خونه بود، داشت چت میکرد. آقای گفت چرا این تو خونه چت میکنه؟ چرا کتاب نمیخونه؟ مگه انتشارات حوزه هنری سالانه 300 تا کتاب چاپ نمیکنه که دست جوونا بند بشه؟ چرا اینا رو مینویسی؟ واسه خودت خوبه، برو بنویس که پای برنامه شعر طنز تلویزیون نشسته. گفتم چشم. رفتم داستانی نوشتم که آقای کل روز نشسته پای تلویزیون در مسابقات تلویزیونی شرکت میکنه، هی ساعت دیواری برنده میشه و در نهایت به عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگار ازش تقدیر میکنن. مطلق اینا. داستان پذیرفته شد، مجوز گرفت. آقای گفت ته جلد کو مجوز گرفتی؟ گفتم نه. گفت بود و بود و عنوان کتاب رو هم گذاشته بود مردی که ساعت دیواری شد. عنوان رو حذف کردن، گذاشتن جوان موفق ایرانی چطور باعث افتخار خود، خانواده، مردم و تلویزیونش شد. گفتم که حالا که همه زحمت‌ها رو شما کشیدید، پس اسم منم از این کتاب بردارم برم ماستم و بخورم. آقای گفت چی؟ هدف ما حمایت از شماست، اسمت باید باشه. الان هم با 23 باید مصاحبه کنی، نظر مثبتت رو درباره وضعیت نوشتن و وضع نویسندگان به زبان بیاری. گفتم نه، چرا باید این کارو بکنم؟ گفت واسه خودت خوبه. عالی بود. مرسی آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بنویسید با راه‌های تماسی که همین الان دارین روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.